امروز در خبرها، در پی اقدامات مشابهی که در لندن، پاریس و برلین به عمل آمده، پرزیدنت بوش امروز تدابیر تازه‌ای را برای تقویت بانک‌ها و اعاده بازارهای اعتباری اعلام کرد که شامل تزریق سرمایه به کالبد بانک‌ها از طریق خرید سهام سرمایه در آنها می‌شود. این تدبیر کوتاه مدت برای تضمین پویایی نظام بانکی آمریکا اهمیت اساسی دارد. به گفته هنری پالسون، مجموعاً 250 میلیارد دلار به خزانه بانک ها جاری که حدود نیمی از آن به 9 بانک بزرگتر داده خواهد شد. در نیویورک شاخص مالی میانگین ارزش صنایع دیروز 936 واحد افزایش یافت که بیشترین افزایش یک روزه ارزش سهام به شمار رفت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، ضمن دیدار با کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، خواستار خروج نیروهای خارجی از خاورمیانه شد تا صلح و ثبات به منطقه باز آید. احمدی نژاد که در حاشیه کنفرانس گفتگوی تمدن‌ها در تهران با انان دیدار می‌کرد، به او و نخست وزیران سابق ایتالیا و نروژ، رومانو پرودی و شل مان بوندویک گفت: مشکلات جاری خاورمیانه از درون منطقه برنخواسته است، بلکه از خارج به درون منطقه تزریق شده است. او همچنین مخالفت خود را با پیمان امنیتی مورد مذاکره بین عراق و آمریکا ابراز کرد و گفت: هر تصمیم یا موافقت که به تداوم حضور نیروهای خارجی در عراق منجر شود، به حل مسائل آن کشور خدمت نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای امروز در جمع ائمه جامعه کشور گفت: در حالی که انقلاب اسلامی به برکت ایستادگی و کمک‌های الهی روز به روز قدرتمندتر می‌شود، اکنون دیگر نامی از مکتب مارکسیسم باقی نمانده و مکتب لیبرال دموکراسی نیز به زمین خورده است. رهبر ایران گفت: با فروپاشی مارکسیسم، مکتب لیبرال دموکراسی غرب دچار وسوسه سلطه تک قطبی بر جهان و پیشبرد سیاست‌های خود بدون وجود رقیب شد و همه دنیا را در اختیار خود می‌پنداشت. وی افزود: اما ادعاهای سیاسی و شعارهای دروغین حقوق بشر و دموکراسی این مکتب در گوانتانامو، ابو غریب، حمله به عراق، حمله به افغانستان و بمباران مناطق مختلف برملا شد و امروز حباب کاذب حاکمیت پول در دنیای غرب شکسته شده است. این خبرها و خبرهای دیگر در iranvnc.com